حسن روحانی میگوید در بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات باید به مر قانون عمل شود، نه مر سلیقه. آیا شورای نگهبان به خواسته رئیس جمهوری مبنی بر تایید صلاحیت بسیاری از رد صلاحیت شدگان اعتنا خواهد کرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. اسم مجلس خانه ملت است و نه خانه یک جناح. این سخنان را حسن روحانی روز پنجشنبه در جمع استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات سراسر کشور مطرح کرد. آقای روحانی در انتقاد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس گفت اگر یک جناح هست و یک جناح نیست، در این صورت دیگر به انتخابات نیاز نداریم و آنها به مجلس تشریف ببرند. سخنان حسن روحانی در حالی مطرح می شود که یک روز پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفته بود آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول ندارد بخواهند به مجلس بفرستند. مناقشه بر سر رد صلاحیت داوطلبان نامزدی از زمانی که روشن شد حدود 60% داوطلبان با پاسخ منفی شورای نگهبان روبرو شدند آغاز شد. بسیاری شیوه بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارتی را سلیقه‌ای می‌دانند و با آن مخالفت کردند. در حالی که شورای نگهبان کار رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان را آغاز کرده، حمایت قاطع رهبر ایران از این شورا به چه معناست؟ و حسن روحانی که گفته بود از همه اختیاراتش برای حل مشکل رد صلاحیت شدگان استفاده خواهد کرد، برای مقابله با شورای نگهبان دقیقاً از چه اختیاراتی برخوردار است؟ این پرسش‌ها را در میان خواهیم گذاشت با احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از پاریس با ماست، مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از شهر واشنگتن با ما خواهد بود و اینجا در استودیو همکارم جمشید برزگر طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشین. بار دیگر رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی جنجال آفرین شد. شورای نگهبان صلاحیت نزدیک به 60% داوطلبان نامزدی در دهمین انتخابات مجلس را تایید نکرد. ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست، که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد صلاحیت‌ها را غیر قابل قبول خواند و ابراز تأسف کرد. حسین مرعشی، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت جمعاً 3000 اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند. بر این اساس تنها 1% اصلاح طلبان تایید شدند. آقای مرعشی این اقدام هیئت‌های نظارت را برخلاف سخنان رهبر ایران دانست و گفت این عمل کرد برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. اشاره آقای مرعشی به این سخنان آیت الله خامنه‌ای و اصرار او برای شرکت در انتخابات است. اینی که ما تکیه میکنیم، تأکید میکنیم، اصرار میبرزیم برای اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات، برای اعتبار کشور بیان تو انتخابات شرکت کن. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیان در انتخابات شرکت کنند. باید به مجموعه صحبت‌هایشون توجه بشه. خب در این حال ایشون گفتن که در واقع خواهان این هستن که مجلسی مشابه مجلس نهم تشکیل بشه. بنابراین یک تناقضی در گفته‌های ایشون هست. در این حال من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای خواستار این هست که انتخابات با مشارکت بالا برگزار بشه که یک اعتباری برای نظام باش تلقی بشه. در این حال نمیخواند هزینه این آبرو و در واقع اعتبار رو هم بپردازن.
بسیاری از نمایندگان مجلس فعلی هم که داوطلب برای انتخابات آینده مجلس شده بودند در لیست رد صلاحیت ها هستند. آنها خواهان دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس برای حل این موضوع شدند. بعضی هم از حسن روحانی خواستند تا به گفته آنها به این ظلم فاحش در حق اصلاح طلبان واکنش نشان دهد. این بحثایی که الان جاری هست و این عمل کردی که هیئت های نظارت در رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و نیروهای مستقل نشون دادن، خب هیچ وجه حقوقی و قانونی نداره که بخوام در واقع از اختیارات قانونی رئیس جمهور در این زمینه صحبت کنیم. این یک بحث سیاسی هست، یعنی در واقع این گونه برخورد کردن با یک جناح سیاسی و حذف نامزدهایی که متعلق به اون جناح هستن هیچ وجه حقوق قانون نداره، یک امر کاملا سیاسی هست و طبعا رئیس جمهور در زمینه سیاسی قطعا میتونه از اختیاراتش و مقبولیتی که داره استفاده کنه، چه برای رایزنی چه در واقع برای اینکه اعلام کنه که این انتخابات رو به این شکل نمیتونه برگزار کنه. این همه در حالی است که روز چهارشنبه آقای خامنه ای یک گام فراتر رفت. بنده گفتم و بازم میگم، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام رو قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام رو قبول نداره، این معنی نداره. گروهی این سخنان رهبر ایران را مهر تاییدی بر عملکرد شورای نگهبان می دانند. اگر چنین باشد، آیا رئیس جمهوری اختیاری برای رسیدگی و برگرداندن رد صلاحیت شده ها به عرصه انتخابات خواهد داشت؟ گزارش همکارم مریم افشنگ بود. جناب سلامتیان، به پرسشی که مریم در انتها مطرح کرد میرسیم، ولی اگر اجازه بدید از صحبت‌های آقای روحانی شروع بکنیم که روز پنجشنبه کمابیش میشه گفت که سخنان تندی رو داشت در باب مسئله رد صلاحیت‌ها و در واقع انتخابات مجلس. چگونه ارزیابی میکنه سخنان آقای روحانی رو؟ من کلمه تند رو شاید نگم، میگم رئیس جمهور به عنوان کسی که برآمده از آرای عمومی است و بیشتر اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بیان میکنه در مرحله کنونی، عملا وارد یک نوع گفتگویی شده با رهبری و با شورای نگهبان که این گفتگو در صحنه منظر عام و رادیو و تلویزیون و با شاهد گرفتن عموم داره انجام میشه، اما این ذاتش گفتگوست. من تقابل درش کمتر میبینم و فکر میکنم خود این یک تجربه ایست که از 10 ساله گذشته انتخاباتی آقای روحانی و فضای سیاسی ایران گرفته. الان مسئله اینه که آیا این نوع نظرات رو مطرح کردن در صحنه عمومی و تأثیراتی که میدوره میتونه داشته باشه در شکلگیری صورت بالاخره کاندیداهایی که میتوانن در انتخابات خودشون رو معرفی بکنن و رقابتی به وجود بیارن تأثیر جدی خواهد داشت یا نه، چون خودمون رقابت هم شرط عمده بالا رفتن مشارکته که به نظر من یکی از عوامل عمده سیاسی تحول انتخابات پیش رو خواهد بود. آقای خلجی، ارزیابی شما از سخنان آقای روحانی. ببینید، قبل از اینکه به ارزیابی صحبت آقای روحانی بپردازیم، اجازه بدید من راجع به صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک نکته‌ای رو بگم. بسیاری ممکنه تعجب کنن که آقای خامنه‌ای چرا میگه که هر کس من رو قبول نداره، نظام رو قبول نداره، بیاد در انتخابات شرکت کنه، ولی کسانی که نظام رو قبول ندارند نمیتونند کاندیدا بشن و انتخاب بشن به مجلس برن. این حرف ممکنه به نظر ما که به اصطلاح در دنیای امروز زندگی میکنیم و با مفاهیمی مثل دموکراسی اینا آشنا هستیم عجیب به نظر بیاد، اما به نظر من حرف آقای خامنه ای معقول هست به دو جهت. یکی اینکه مبنای فقهی داره، یعنی از نظر فقهی آقای خامنه ای معتقد هست که جمهوری اسلامی حافظ
تمامیت ارضی ایران و همینطور حافظ منافع تشیع در جهان هست و این درست با نظریه سنتی تشیع در اندیشه سیاسی که سلطان حافظ بیضه اسلام هست، بیضه اسلام یعنی قلمرو اسلام و در حقیقت همون تمامیت ارضی اسلام، با این کاملا سازگاره. یعنی اینکه نقش اصلیش رو جمهوری اسلامی یعنی حفظ امنیت داره انجام میده و حتی من خودم از یکی از مراجع قم که حالا فوت کردن، عاشق شواد تبریزی، شنیدم که ایشون اصلا معتقد بود به همین دلیل از جمهوری اسلامی باید حمایت کرد، نه اینکه ما با ولایت فقیه موافق هستیم یا نه، همین که جمهوری اسلامی حافظ بله. تمامیت ارضی هست و منافع تشیع رو تضمین میکنه و حمایت میکنه، بنابراین مشروعیت داره. حالا مهم نیست که آقای خامنه ای صلاحیت رهبری داره یا نه، یا جمهوری اسلامی کارهای دیگه میکنه. این یک نکته است. نکته دوم این که از نظر سیاسی ببینید، آقای خامنه ای گفت که کسانی که نظام رو قبول ندارند ولی قبول دارن که جمهوری اسلامی امنیت کشور رو تضمین کرده و همینطور پیشرفت کشور رو، آقای خامنه ای نگفت دموکراسی، حقوق بشر، دو نکته رو گفت، امنیت و پیشرفت. و درست اگر شما به دو سه سال گذشته نگاه بکنید، ما دو تا قهرمان ملی داشتیم در ایران، یکی آقای ظریف بود و یکی هم آقای قاسم سلیمانی، که حتی بخش عظیمی از روشنفکران غیر دینی، غیر وابسته به جمهوری اسلامی و بخش مهمی از اپوزیسیون رو طرفدار خودش کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای ظریف در جریان دیپلماسی تلاش میکرد که تحریم‌ها رو برداره و در حقیقت چرخ اقتصاد رو دوباره به حرکت در بیاره، و از طرف دیگه آقای قاسم سلیمانی بود که این تصویر رو داشت که امنیت ایران رو در برابر دشمنان خارجی و مخصوصاً داعش داره تأمین میکنه. بنابراین ببینید، این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه کاملاً حرفیست معقول و در عمل اتفاق افتاده. یعنی بسیاری از کسانی که نظام رو قبول نداشتند در انتخابات سال 92 شرکت کردند، چون به پیشرفت اعتقاد داشتند، چون معتقد بودند که آقای روحانی میتونه مذاکره بکنه، چون شعار آقای روحانی دموکراسی و حقوق بشر و توسعه سیاسی نبود. آقای خامنه‌ای میخواد بر اساس تجربه دو سال پیش دوباره تشویق بکنه و به درستی، چون جمهوری اسلامی امنیت رو واقعا تأمین میکنه و امنیت یک مسئله مهمی است هم برای جمهوری اسلامی هم برای مردم ایران، و به درستی داره میگه مهم نیست که شما به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارید ولی قبول دارید که جمهوری اسلامی امنیت رو داره تأمین میکنه بله. بنابراین این وظیفه ملی شماست که در انتخابات شرکت بکنید. اینو گفتم به خاطر اینکه در این 24 ساعت گذشته این حرف آقای خامنه‌ای با یک تعجبی در میان بسیاری از ایرانی‌ها مواجه شده. جناب خلجی، خیلی مختصر درباره صحبت آقای روحانی هم ممنون میشم اگه کوتاه بفرمایید. ببینید، آقای روحانی خب خیلی طبیعی این حرفا رو بزنه که من به عنوان رئیس جمهور از اختیارات خودم استفاده میکنم، ولی وقتی ایشون این حرفو میزد من یاد آقای خاتمی افتادم که دو تا لایحه داد به مجلس، یک لایحه گسترش اختیارات ریاست جمهوری و یکم لایحه اصلاح قانون انتخابات، درست به دلیل اینکه شورای نگهبان در صدد حذف بخش عمده از اصلاح طلبان بود و در نهایت هم انجام داد. آقای خاتمی حتی تهدید به استعفا کرد که اگر شورای نگهبان این دو لایحه رو رد بکنه من تهدید استعفا میکنم. نه تنها استعفای آقای خاتمی اتفاق نیفتاد، آقای خاتمی که بسی بیشتر از آقای روحانی مشروعیت دموکراتیک داشت، بلکه شورای نگهبان به راحتی نمایندگان اصلاح طلب رو رد صلاحیت کرد و حتی تحسن اونها هم در مجلس نتونست گره‌گشا بشه. من فکر میکنم در حد یک ژست سیاسی این سخن بمونه و در عمل در معادلات سیاسی هیچ نقش مهمی بازی نکنه. آقای برزگی، به هر حال موافق هستم که آقای روحانی در شرایطی نیست که در عمل بتونه تأثیر خیلی جدی بر جا بگذاره بر روند تایید صلاحیت ها. موافق هستم که گفتگویی در سطوح بالای قدرت داره انجام میگیره، اما اینکه علنی میشه این در واقع از ناکارآمدی و عدم نتیجه بخشی گفتگوها در پشت پرده هستش، در اتاقهای دربسته هستش. اخباری منتشر شده بود که آقای روحانی با آیت الله خامنه‌ای دیدار کرده، بر سر مسئله انتخابات صحبت کرده،
وزیر کشور گفته که شخصا گزارشی در این مورد به آیت الله خامنه‌ای داده و مشاوره هایی داده در مورد تایید صلاحیت ها. با همه اینها آیت الله خامنه‌ای به صراحت تاکید کرده که کسانی که به هر حال مخالف نظام هستن نباید به مجلس برن، خواستار این شده که مجلسی شبیه مجلس کنونی شکل بگیره. مسیر کاملا مشخص است. بنابر این اگر گفتگوها میاد در سطح علنی مطرح میشه، به دلیل این هست که در پشت اتاق های دربسته به نتیجه نرسیده و در این حال انتظاراتی هم وجود داره. آقای روحانی به عنوان کسی که خودش از صندوق رای بیرون اومده، ناگزیر هستش که به هواداران خودش پاسخ بده. بنابراین به این شکل در میاد که زمانی که آقای خامنه‌ای میاد صحبت میکنه، آقای روحانی میاد جواب میده، این حرف رو میزنه. برعکسش هم بوده. زمانی که آقای روحانی اومد چند ماه پیش برای اولین بار بحث انتخابات رو مطرح کرد و گفت شورای نگهبان باید کار چشم رو انجام بده نه کار دست رو، بلافاصله آقای خامنه‌ای فردای اون روز واکنش بسیار تندی نشون داد و اجازه نداد که این صحبت ادامه پیدا بکنه. بنابراین این حداقل انتظاری بوده که از آقای روحانی میرفته که بیاد چون این واکنشی نشون بده. اما اینکه تمام اختیاراتی که داره چه هست، در واقع هیچ. در دوره تمام رؤسای جمهوری با این مسئله روبرو بودن. حتی آقای احمدی نژاد زمانی که نزدیکان به او رد صلاحیت شدن نتونست کاری انجام بده. در دوره آقای خاتمی همونطور که آقای خلجی اشاره کرد، لوایح دوگانه دقیقاً به این دلیل مطرح شده بود که رئیس جمهور به گفته آقای خاتمی تدارکاتچی نباشه، اما اون لوایح به هیچ جایی نرسید، هیچ فرجامی نداشت و در واقع مسکوت بود. علت این امر این هست که همه این بحث‌ها در واقع باید این نگاه کلانتری به موضوع داشت، نگاه بزرگتری داشت، تصویر بزرگتر رو دید. همه بحث‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی در یک فاصله یک ماه دو ماه مطرح میشه. در یک فاصله یک ماه دو ماه رئیس جمهوری با این امکانات قانونی عملا کاری نمیتونه انجام بده، به دلیل اینکه در یک فاصله طولانی عملا این بحث مسکوت مونده. آقای سلامتیان اشاره فرمودید به اینکه در واقع یک دیالوگ یا گفتگویی در جریان هست در رأس حاکمیت. فکر میکنید که این گفتگو ما به ازای عملی پیدا خواهد کرد؟ شما چه انتظاری از این گفتگو دارید؟ ببینید اگه حداقل به سابقه 10 ساله گذشته مراجعه بکنم و بگم در اون 10 ساله هم به نوعی همیشه این گفتگو بین رئیس جمهور به عنوان برآمده، حداقل عنوانش رو میگم، از اصل ششم قانون اساسی که یک نوعی به حاکمیت آرای عمومی ارجاع میده برآمده است و رهبر نوعی خودش رو قیم میدانه نسبت به اصل ششم، چون خودش رو به عنوان ولی فقیه میدونه. اگه به اجازه بدید یک بحث رابطه بین ولی و مولا علیه، قیم و مولا علیه رو بگم که در بحث عمومی حقوق و فقه هم به عنوان قیمی میگن که میخواد امور طفل صغیر یا مهجور رو بهتر از او انجام بده. اما در این منطق این هست که رشد و قادر شدن و قابل شدن مربوط به مولا علیه، به خصوص وقتی مردمی باشه، و ولی فقیه به طور دائم باید از موضع خودش دفاع بکنه، در یک قلعه‌ای هست. در این قلعه و اون فضای متحرک مولا علیه، رؤسای جمهور جمهوری اسلامی راه‌های مختلف رو تجربه کردن، حداقل در 10 سال گذشته، با اشاره که آقای برزگر کرد، آقای خلجی هم کردن. به درستی آقای خاتمی در دوره آخر خودش یک نوعی با مقابله و مقاومت تحسن نمایندگان مجلس ششم رو فراموش نکنیم عمل کرد، نتیجه چندانی نداد. در سال 1388 در واقع عین این مقاومت به نوع دیگه شکل تقابل و حتی تقابل خیابانی رو گرفته، باز نتیجه نداده زیاد. البته نتیجه خودشو به نظر من در مسیر تاریخی همه اینها داشته. دو مرتبه بعد از یک دوره قهر کردن از صندوق، اون 10 میلیونی که آقای روحانی اشاره میکنه که راجب این 10 میلیون هست یا نیست من بحث مفصل دارم، امروز مواجه با این هستیم که بعد از 92 یک نوعی برگشت به صندوق شده و علل اصول هم آقای خامنه‌ای بین صحبت 2 هفته قبلشون راجع به این که گفتن
افرادی که من رو هم قبول ندارن بیاین در انتخابات شرکت کنن. فراموش نکنید دو وقت نگفتن رأی بدن، گفتن در انتخابات شرکت کنن. در انتخابات شرکت کردن فقط رأی دادن نیست. و این بعدی که من نمیدانم چیه، میگم صحبت اولی کوشش برای تشویق به شرکت کردن در انتخابات، صحبت دوم مثل این که منصرف کردن یک عده‌ای از شرکت در انتخابات. در خود این هم یه تناقضی نهفته است. من همه اینا رو که با هم بگذارم میگم نه، تعامل بین این دو اصل قانون اساسی، کشمکش بین این دو گوینده مستقل از خود اونها و روابطشون با هم دیگه در ذات دوگانگی حاکمیت جمهوری اسلامی نهفته است و این هم باز داره خودشو به شکل دیگری بروز میگه. آقای روحانی گفته من کلید این رو دارم که این رو از راه مذاکره حل کنم، کلیدی رو که خودش میگه در برجام به کار بوده. این اشاره‌ای که کرد با خنده گفت برجام دیگری است، یعنی همین روابط رو، همین دیپلماسی رو، مثل اینکه شیخ دیپلمات در داخل جمهوری اسلامی و اون اجازه بده یک اشاره تاریخی هم چه شد راجع به مسئله سلیمانی و ایشان بگم، مثل اینکه شیخ دیپلمات در لحظه کنونی، یعنی چهره مراجعه به تاریخ بکنم، تالیرانی در تاریخ فرانسه داره به چهره بناپارتی سردار سلیمانی در جمهوری اسلامی در صحنه خارجی چربیده است. در صحنه داخلی خیلی مشکل تره. من چندان مایوس نیستم که در صحنه داخلی هم همین نوع عمل کردن نتیجهش از تقابل چند سال قبل و از مقاومت 10 سال قبل کمتر باشه. آقای خرجی، صحبت‌های پیشین شما برداشتنی بود که فکر می‌کنید اون دعوتی که آیت الله خامنه‌ای داره می‌کنه در عمل محقق شده، یعنی پاس خودش رو از جامعه به یک معنا گرفته؟ اگر چون این برداشت درست هست، پیش‌بینی شما چه هست از این انتخابات؟ یعنی حتی اگر تایید صلاحیت‌ها در همین حد باقی بمونه یا نگیرم، فرض کنید حالا 30 اصلاح طلب تایید شدن، 70 نفرم اضافه بشه 100 نفر، چه نتیجه ای از این انتخابات فکر میکنید که بیرون خواهد آمد؟ ببینید، من معتقد هستم آقای خامنه ای قواعد بازی رو با مهارت تمام تحمیل کرده حتی بر مخالفانش. در جمهوری اسلامی این تجربه این 30 سال گذشته است و به ویژه در از دوران اصلاحات به این طرف، هر چقدر شورای نگهبان رد صلاحیت بکنه، باز اصلاح طلبان و بخش عمده از اپوزیسیون استدلال انتخاب بین بد و بدتر رو به کار میبرن و در انتخابات شرکت میکنن. یعنی که خط قرمزی برای اینها وجود نداره که خب اگر رد صلاحیت ها به کجا رسید ما دیگه شرکت نمیکنیم، اگر انتخابات در ایران چه خط قرمزهایی رو رد کرد ما دیگه شرکت نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه آقای خامنه ای موفق شده به راحتی به نوعی جناح‌های سیاسی رو در ایران مدیریت بکنه که باز یک عده‌ای مجبور باشن از استدلال انتخاب بین بد و بدتر استفاده کنن و بگن مثلا بین آقای رسایی و آقای علی لاریجانی خب بهتره بریم به آقای علی لاریجانی رأی بدیم، ولو اینکه ما اصلا اصلاح طلبیم، ولو اینکه ما اصلا جمهوری اسلامی رو قبول نداریم. ببینید، مشکل اینه که آقای خامنه ای باز قاعده بازی رو اینجوری تعیین کرده و در حقیقت اپوزیسیون ما و مخالفان جمهوری اسلامی و حتی روشنفکران هم تا اندازه این مسئله براشون جا افتاده که مشارکت سیاسی یعنی شرکت در انتخابات و این نکته بهش توجه نمیشه که مشارکت سیاسی یک کاری است که یک شهروند هر روز باید قادر باشه انجام بده. اینکه شما یه رئیس جمهور انتخاب بکنین ولی فردا این رئیس جمهور نتونه بر شما به عنوان یک اهرم فشار علیه مخالفانش استفاده بکنه، این مشارکت سیاسی نیست. به همین دلیل هم هست که شما اگر رئیس جمهور یا نماینده مجلس رو با بالاترین رأی به مجلس یا به ریاست جمهوری برسونین، باز فردای روز انتخاب نه شما میتونید از او مسئولیتی بخواهین، نه شما اهرم فشاری دارین علیه او، نه او میتونه به شما به عنوان نیروی اجتماعی پشتوانش تکیه بکنه آقای و مخالفان خودش رو به عقب برونه. جناب خلجی ببخشید، اگر چون این
در واقع استراتژی رو اگر بشه استراتژی و بحث حالا دفع فاسد به افسد یا انتخاب بین بد و بدتر رو بالکل شما نافی بشید، در اون صورت فرض کنید یک رای دهنده ای که در ایران زندگی میکنه به هر حال شرایط زندگی و زیستش کاملا متفاوت هست، بگه که برای من تفاوت هست بین آقای روحانی و آقای جلیلی، بنابراین حتی اگر تمام این یعنی این نامزدها نامزد ایدئال هم توشون نداشته باشم، حداقل تفاوتی که بین این دو هست برای من مهمه چون رو زندگی من تأثیر میذاره، پاسخ ما چه خواهد بود؟ کوتاه لطفا. ببینید چون به تاریخ سیاسی دنیا نگاه بکنید، این استدلال میدونید که در آلمان هم بسیاری از یهودیان مشوق این بودن که به هیتلر رأی داده بشه، به خاطر اینکه فکر میکردن که انتخاب هیتلر میتونه منافع یهودیان رو در برابر یهودی ستیزان در حقیقت تأمین بکنه. این استدلال خطرناکی است، به این مفهوم هست که شما در عمل به مردم میگین یا به شهروندان دعوت میکنین به انفعال سیاسی و میگین یک راه بی هزینه رو که شرکت در انتخابات هست شما چیز کنید، برگزینید و در پیش بگیرید و بعد دیگه شما هیچ وظیفه دیگه ندارید، شما دیگه کاری رو که میتونستید بکنید انجام دادید. کار سیاسی منحصر یا محدود به انتخابات نیست، انتخابات یکی از سازوکارهای دموکراتیک هست، تشکیل حزب، تشکیل سازمان، ایجاد شبکه‌های اجتماعی فعال و در حقیقت این جور چیزهاست که میتونه زمینه رو برای انتخاباتی که به نتیجه برسه در حقیقت مهیا بکنه، وگرنه شما با این کار دارین در حقیقت یک دوران طولانی رو از استبداد که با این گونه انتخابات داره حیات خودش رو و بقای خودش رو تضمین میکنه دارین به تقویت این دارین کمک میکنه. ممنونم جواب خارجی. آقای برزگر، شما در بخش پیشین صحبت های شرکت یه نقل قولی از آقای روحانی این که گفته بود که شورای نگهبان چشم هست نباید دست باشه کار دار. بعد از اون به هر حال آقای روحانی میشه گفت که مصرانه این رو خط رو پیش برده، یعنی بارها راجع به این ماجرا صحبت کرده، کماکان هرچند که حالا اون موقع پاسخش رو از آقای خامنه‌ای گرفت، ولی کماکان مطرح کرده، روز پنجشنبه امروز هم مجددن این ماجرا رو به نوعی رو مطرح میکنه. فکر میکنید که اون چیزی که آقای روحانی میگه، این که من از همه اختیاراتم استفاده خواهم کرد، واقعا چه اختیاراتی داره که بتونه جلوی چنین شیوه‌ای رو بگیره؟ همونطور که گفتم عملا اختیارات زیادی نداره از نظر قانونی، یعنی آقای روحانی حتی امکان این رو نداره که به شورای نگهبان اختیار قانون اساسی بده بر اساس تفسیری که خود شورای نگهبان از قانون اساسی به دست داده، یعنی رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، کسی که سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشه، این امکان رو نداره که به شورای نگهبان اختار بده، تذکر بده، خواستار اصلاح در واقع رویه و عملکرد شورای نگهبان بشه. بنابراین عملا هیچ ابزار قانونی در اختیار نداره، نهایتا این هست که به عنوان مجری بخواد سر باز بزنه از برگزاری انتخابات، تهدیدی که اصلاح طلبان در دوران آقای خاتمی کردن، استانداران همراهی کردن، گفتن نمی کنیم و بعد هم خب دیده شد که این اتفاق نیفتاد و آقای در واقع اون انتخابات برگزار شد. منتها مشکل اصلی همین هست. ببینید مسئله آقای روحانی نیست و اینکه در این یکی دو ماه چه میتونسته بکنه یا چه خواهد کرد. اولا ما در مورد رؤسای جمهوری سابق هم همین مشکل رو داشتیم در گذشته. مشکل از اونجا پیش میاد که ما انتخابات رو چگونه تعریف میکنیم، یعنی تلقی و درک و استنباط ما از انتخابات چه هستش؟ ببینید برای بسیاری یعنی یک اشتراک لفظی اینجا وجود داره، کسانی که از انتخابات در جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از مشارکت گسترده صحبت میکنن، دفاع میکنن، کسانی که منتقدش هستن، در واقع دارن به دو پدیده متفاوت از هم اشاره میکنن. برای بسیاری انتخابات خلاصه میشه به روز انتخابات یا حد اکثر دامنه اونقدر عقب میره تا روز آغاز ثبت نام ها، یعنی از اونجا از آغاز ثبت نام ها، روند بررسی صلاحیت ها تا برگزاری انتخابات و اعلام نتایج، این میشه پروسه انتخاباتی. در صورتی که برای بسیاری وقتی از در جامعه شناسی سیاسی صحبت میشه، انتخابات بخشی از یک فرایند طولانی تر و پیچیده تر هست، نمیشه اون رو محدود کرد فقط به انتخابات و میزان مشارکت در پای صندوق های رای. در جمهوری اسلامی سه عامل باعث میشه که
قبل از انتخابات پدیده مهمی بشه. اول این هست که نظام سیاسی مستقر خواستار مشارکت بالای سیاسی است، به دلیل اینکه میتونه از اون استفاده بکنه، مشروعیت خودش و قدرت خودش رو در عرصه خارجی و داخلی به نمایش بگذاره یا ثابت بکنه، بگه من مشروعیت دارم، این میزان کسانی که شرکت کردن به هر حال نظام رو قبول دارن. دوم اینکه انتخابات میزانی از رقابت رو در میان گروه‌های سیاسی حاکم به پدید میاره. به هر حال گروه های مختلف، طیف های مختلفی هستن، حتی همسو مثلا در میان اصولگرایان فرض کنید لیست های مختلف میدن، میخوان از کیک قدرت سهم بیشتری ببرن این گروه های مشخص. سوم بدنی جامعه هست که فکر میکنه که این انتخابات میتونه یک در واقع امیدی داره به بهبود شرایط. این سه نیرو با هم به توافق میرسن که پدیده انتخابات پدیده مهمی است. در نتیجه در یک دوران مقطعی کوتاه میبینیم که مثلا فشارهای سیاسی کاهش پیدا میکنه، سرکوب کاهش پیدا میکنه، فضای امنیتی کم رنگ تر میشه و در نتیجه شکافهای اجتماعی سیاسی فعال میشن. فعال شدن شکافها باعث بروز تحرک اجتماعی میشه. خب بنابراین کسانی که از انتخابات دفاع میکنن همه استدلالشون معطوف هست به چند هفته قبل از انتخابات که مثلا میتینگ های انتخاباتی هست، مناظره هست، در خیابان ها پوستر ها بحث سیاسی میشه. ولی یه هشداری رو آقای هاشمی با بعد از دقیقاً مشکل اصلی این هست کسانی که از شرکت در انتخابات دفاع میکنن تا به همینجا بسنده نمیکنن، درست مثل حاکمیت. یعنی ظاهرا وظیفه انتخاباتی ما، وظیفه شهروندی ما به عنوان شهروند که در پروسه سیاسی، امر سیاسی مشارکت کنیم، مشارکت سیاسی داشته باشیم، تا حضور در پای صندوق های رأی هست و بعد از اون ظاهرا دیگه کسی کاری نداره، همه به خونه های خودشون میرن و این مسئله فراموش میشه تا زمان ثبت نام نامزدها در انتخابات بعدی. در واقع این پروسه اینجا اشکال داره. آقای هاشمی چند ماه قبل بعد از روی کار آمدن آقای روحانی به او هشدار داد، گفت که شما اگر بدنی اجتماعی خودتون، پایگاه اجتماعی خودتون رو نادیده بگیرید آسیب خواهید دید. ظاهرا به این مسئله در جمهوری اسلامی امکان توجه وجود نداره، برای اینکه در دوران آقای خاتمی هم همین اتفاق افتاد و زمانی که شما نیروی اجتماعی نداشته باشید حرف شما پشتوانه نخواهد داشت. مارکس جمله معروفی داره، این رو بگم تمام کنم، که میگه در واقع نقد سلاح نقد هرگز نمیتونه جایگزین نقد سلاح بشه. یعنی نیروی فکری، این حرفی که فرض کنید آقای روحانی داره میزنه که شورای نگهبان باید کار چشم رو انجام بده نه کار دست رو، این زمانی میتونه ما به ازای بیرونی داشته باشه که یک قدرت مادی در جامعه این رو پیش ببره. مثلا فرض کنید گروه ها و احزاب سیاسی باشن، نهادهای مدنی باشن، گروه های سازمان یافته از مردم باشن که این خواسته رو پیش ببرن، طرف مقابل رو وادار به پذیرش این میکنن. در غیاب اون چون این خواسته ای در واقع به نتیجه نمیرسه. ممکن است من یک نکته ای رو اضافه کنم؟ خیلی کوتاه جناب خرجی لطفا. ببینید یک نوع ریاکاری هم اینجا وجود داره، یعنی جدا از این که من با همه صحبت های آقای سلامتیان و آقای برزگر موافق هستم، میخوام اضافه کنم که یک ریاکاری هم اینجا وجود داره. آقای روحانی اولا در درون این فرایند نظارت استصوابی شورای نگهبان در حقیقت نامزد ریاست جمهوری شد و رأی آورد. همین الان هم ایشون نامزد مجلس انتخابات مجلس خبرگان هست و دوباره باز از درون همین به اصطلاح فرایند هست که ایشون به یک منصب سیاسی دست پیدا میکنه. شما نمیتونید از یک نردبان بالا برید و بعد اون نردبان رو که دور بندازید و مشروعیتش رو زیر سوال ببرید. در حقیقت این پرسشی است که چند وقت پیش روزنامه کیهان مطرح کرد و به نظر من پرسش مشروعی است. یعنی آقای روحانی حتی میتونست یک جست سیاسی خیلی قوی تر بگیره و بگه که اگر شورای نگهبان نظارت استصوابی رو به صورت سلیقه انجام بده، من انصراف میدم از نامزدی مجلس خبرگان. ولی این کار رو نمی کنن. یعنی این که تا زمانی که میتونن خودشون به قدرت برسن، نظارت استصوابی کاملا مشکلی نداره و هیچ اعتراضی رو بر نمی انگیزه. زمانی
علیه این صحبت میکنن که این چاقو دست خودشون رو ببره. آقای سلامتی هم ببخشید نوبت شما چیز شد به هر حال، ولی نمیخوام خیلی روی این بحث نظری بمونیم، اگر یه مقدار به مصادیق بپردازیم، ولی در نهایت میخواستم پرسش از شما بکنم که فکر میکنید که واقعا انتخابات را چه در معنی عامش یا چه دو انتخاباتی که پیش رو هست در معنای اخص کلمه، آیا واقعا به نوعی فرو کاسته شده، تحویل شده صرفا به انتخاب بین بد و بدتر؟ ببینید، اولا من اعتقاد این رو ندارم که در فضای انتخاباتی تاریخی معمولا انتخاب بیشتر بین بد و بدتر بوده است، من معتقدم، تا بین خوب و بد. خوب و بد یک نوع رمانتیزم سیاسی است. همیشه بازی سیاسی در جای انجام شده. اصطلاح زیبایی وجود داره که میگویند سیاست هنر میسر کردن ناممکنه. برای میسر کردن ناممکن نباید تن داد به دیوار این که نمیشه. آخر خیلی از امور با اصرار و سماجت میشود. اگر بنا بود شورای نگهبان تغییر ناپذیر باشه، نه خاتمی به کاندیداتور ریاست جمهوری پذیرفته شده بود و 8 سال رئیس جمهور بود، نه موسوی به عنوان رهبر جنبش اعتراضی سال 2009 به حصر کنونی رسیده بود، نه روحانی الان رئیس جمهور بود. همه اینها نشون دهنده اینه که اراده شورای نگهبان به عنوان یک اراده آقای جنتی مشخصا در چهره شورای نگهبان که مطمئنم در هیچ کدوم از این سه تا انتخاب به نامزد مربوطه رأی نداده، این بوده که یک قلعه رو محکم نگاه داره. اما واقعیت سیال تحول سیاسی به خصوص وقتی که یک بدنه اجتماعی در صحنه حضور پیدا میکنه، این بازی رو به هم میزنه. در یه نکته 100% با آقای برزگر موافقم. مشکل اصلی بدنه سیاسی ایران که دلایلش مفصله اینه که در این بیابان برهوت استبداد ایرانی میخواد راهپیمایی بکنه، اما حوصله و استمرار شتر رو نداره. اسب تازی است و میخواهد به دو تک بازی رو ببره. این امکان پذیر نیست. جناب سلامتیان، اگر یه مقدار برگردیم، میگم بحث مصداقی بخوایم بکنیم، شما فکر میکنید که نتیجه بازبینی، اگر بشه گفت، یا بررسی شکایات رد صلاحیت شده ها به شورای نگهبان، پیش بینی شما چه هست؟ یعنی با توجه به مجموعه تحولاتی که داره رخ میده، اظهار نظرهایی که داره میشه، چرا رئیس جمهور، رهبر، فکر میکنید که نتیجه چه خواهد شد؟ کلی به شما بگم، تناسب قوا در مجلس آینده از مجلس کنونی در هر صورت بهتر خواهد بود و تناسب قوا در مجلس خبرگانی که برمیاد از این انتخابات با مرحله کنونی از نقطه نظر بیان کردن تکثر بهتر خواهد بود. آقای سلامتی، هم 50 نفر پایان بحران‌های جمهوری اسلامی نخواهد بود. حتی 50 نفر از کسانی که امروز در این مجلس هستند رد صلاحیت شدن، عمدتاً از اصلاح طلبها. با این حال فکر می‌کنید که مجلس بعدی کماکان، یعنی تکثرش بهتر از این خواهد بود به لحاظ تنوع نماینده‌ها؟ اگر از عدد کمی کسانی که در انتخابات حضور پیدا کردن دقت بکنم، مدعی هستم که اکثریت کسانی که کاندیدا شدن نه به اصلاح طلبان تعلق آنچنانی دارند نه به اصولگرایان. بخش عمده الان در نامزدها ما داریم که بیانگر مطالبات مختلف جامعه ایران هستند و خود اینها وقتی در صحنه مجلس قرار گرفتند در چهارچوب روابط جمهوری اسلامی خواستار توجه بیشتر به حکمرانی خوب و توجه به اصالت اصل ششم قانون اساسی می شوند. تا تبعیت در جمهوری اسلامی در دعوای بین بیعت و رأی، بالاخره رأی که برنده خواهد بود، مگر اینکه یک روزی کلن صندوق رو حرام بکنن و رأی رو قدغن بکنند. آقای خلجی، پیشبینی شما چه هست از روند بررسی شکایات و نتیجه که در نهایت گرفته خواهد شد؟ ببینید، در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی هم صندوق های رأی هیچ موقع تعطیل نشدن. من نمیدونم این تاکید بر به اصطلاح صندوق رأی چرا انقدر برجسته میشه و من فکر میکنم این یه بخشش، ولی درست این باعث سقوط پهلوی شد. خب بله، دقیقاً به خاطر اینکه در زمان پهلوی مردم شرکت نمی‌کردن، مشارکت نمی‌کردن، ولی در جمهوری اسلامی چون
این استدلال که بین بد و بدتر باید بدتر بد رو انتخاب کرد، چون این در میان مخالفان جمهوری اسلامی و کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست خریدار داره، باعث سقوط جمهوری اسلامی نمیشه. درست همین هست که باعث تضمین و بقای استبداد دینی در ایران شده، به دلیل اینکه کسانی که به استبداد دینی اعتقاد ندارن درست با همون قواعد بازی دارن بازی میکنن. و تا زمانی که با اون قواعد بازی بازی میکنن، اگر که ما به بلای عدم مشارکت در دورای شاه گرفتار شده بودیم، به بلای انقلاب هم گرفتار نمی شدیم. شاید تحولی داشتیم و شاید بخشی از جامعه با جمهوری اسلامی نخواد به بلای انقلاب دیگری بیفته. آقای سلامتیان، راه تغییر سیاسی لزوماً انقلاب نیست. ما نباید بگیم استمرار بریم در نه ما نباید بگیم یا باید بریم پای صندوق رأی بدیم، یا این که طبق در چارچوب جمهوری اسلامی، یا باید انقلاب کنیم. این چنین نیست. رأی یه لحظه کار سیاسی است. من قطعا با شما موافقم که درست همینه. ما باید غیر از رأی دادن کارهای دیگه انجام بدیم. یعنی ما باید شرایط یک انتخابات دموکراتیک رو سعی بکنیم که همونطور که آقای برزگر گفت، ما 4 سال یک بار تبدیل میشیم به یک شهروند سیاسی. ما یک روز میشیم شهروند سیاسی. اشکاله. این یعنی انتخابات واکسیناسیون جمهوری اسلامی و استبداد دینی است. آقای روحانی اگر واقعا میخواد از اختیارات خودش استفاده بکنه برای تضمین یک انتخابات سالم، باید از وزارت اطلاعات بخواد که محدودیت برای فعالان سیاسی ایجاد نکنه. ایجاد محدودیت برای فعالان سیاسی ناقض یک انتخابات سالم هست. باید از وزارت ارشاد بخواد که سانسور رو برداره. باید از وزارت ارشاد بخواد که محدودیت رو بر آفرینش‌های فرهنگی برداره. این اون چیزیست که به انتخابات سالم کمک میکنه، نه اینکه مدام ماه گیر بدیم به شورای نگهبان که چرا داری رد صلاحیت سلیقه‌ای میکنی. خود دولت آقای خاد روحانی و دولت‌های قبلی خودشون هم ناقض حقوق بشر بودن و هم محدودیت‌های سیاسی ایجاد کردن که در نهایت هر گونه انتخاباتی رو محدود میکنه. آقای روحانی میتونه از به اصطلاح اختیارات قانونی خودش استفاده بکنه برای اینکه به وزارتخانه‌های تحت امرش بگه به مسئله توسعه سیاسی و به مسئله آزادی بیان اهمیت بدن. زمانی که دولت خودش ناقض حقوق بشر هست و خودش ناقض آزادی‌های عمومی و شهروندی هست، نمیتونه از شورای نگهبان بخواد که فقط در دوره انتخابات در حقیقت انتخابای سلیقه‌ای رو کنار بگذاره. آقای سلامتی هم کوتاه لطفا. نه ببینید، این تفاوت عمده ایست که بین من و تمام جوانان وجود داره. من یک تجربه 60 ساله کار سیاسی رو میبینم و در چهره سیاسی تاریخ آدم هم دارم. ببینید، من الان الله یار صالح رو بسیار ترجیح میدم به انقلابیون سال 57. مشخصه الله یار صالح این بود که در کاشان هر 2 سال یک بار میرفت میگم میخوام انتخابات شرکت بکنم. اما این به معنی این نبود که کار سیاسی دیگه هم نکنه. کار سیاسی دیگهش ضعیف بود. من قبول دارم استمرار باید باشه، اما این رو یه نکته بگم. دموکراسی رو نمی‌شود بدون ایجاد احزاب انتخاباتی، ائتلاف‌های انتخاباتی، آموزش انتخابات، تربیت کردن مردم برای انتخابات بهش رسید. وگرنه هر پیروزی لحظه‌ای که به دست بیاید پیروزی لحظه‌ای از دست رفتنی است. اینم بر مبنای تجربه خودم میگم. بسیار متشکرم آقای برزگر. جناب خلجی سوال بنده رو به نوعی جواب ندادن. حالا از این ور برگردیم، شاید بشه دوباره بپرسم همین سوال از آقای خلجی. ولی شما فکر میکنید که این به هر حال اختلاف نظرهایی که الان ایجاد شده در روند رد صلاحیت ها تأثیری خواهد گذاشت؟ یک، و خبرگان رو هم اگر بخوایم واردش بکنیم، فکر میکنید که اونجا به چه شکلی ماجرا رد صلاحیت ها در واقع انجام خواهد شد؟ خب آقای خلجی کار سخت که پیشبینی رو واگذار کردن به من.
نه واقعیت این هست با استناد به گذشت پیش بینی کار دشواری است در جمهوری، یعنی سازوکارهای درون جمهوری اسلامی به دلیل عدم شفافیتی که وجود اعتراض به نتیجه میرسه یا نه. ببینید در گذشته چه اتفاقی افتاده، شاید به احتمال خیلی زیاد من فکر میکنم که همین روند تکرار میشه. در دوره های قبلی هم عملا چنین اتفاقی افتاده و هدفمند بوده، یک هدف کاملا مشخص رو دنبال کرده. در دوره های قبلی هیئت های نظارت، یعنی حتی اگر فرض کنیم که هیئت های اجرایی سخیری انجام ندادن، هیئت های نظارت اومدن بسیار سخیرانه عمل کردن. شورای نگهبان در تجدید نظر اومده بخش یک تجدید نظر خیلی جزئی کرده، تعدادی رو در واقع صلاحیتشون رو تایید کرده و بعد هم چون کار گره خورده همه کسانی که رد صلاحیت شدن متوسل شدن به رهبر جمهوری اسلامی و مسئله حکم حکومتی و در واقع خواستار مداخله او شدن که فراتر از قانونی است که وجود داره. به هر حال خود آقای خامنه‌ای میگه که مور قانون باید رعایت بشه، قانون این هست که هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، شورای نگهبان بیان نظر بدن. ولی بارها مواردی بوده، چه در انتخابات مجلس چه در انتخابات ریاست جمهوری، مثلا اگر انتخابات نامزدی آقای مصطفی معین رو به خاطر بیاریم، رد صلاحیت شد، آقای خامنه‌ای حکم حکومتی دادن، بله الان هم شدن، آقای خامنه‌ای حکم حکومتی دادن، تایید صلاحیت شدن. این فرایند، فرایند تقویت جایگاه ولی فقیه و تضمین و تثبیت امری به نام حکم حکومتی است. من فکر میکنم که در این فرایند هم عملا نتیجه این مذاکرات چه پشت درهای بسته چه در تریبون‌های عمومی قاعدتا باید به مسیری بیانجامه که حالا به جای مثلا 30 نامزد اصلاح طلبی که تایید صلاحیت شدن، 50 یا 70 نفر تایید صلاحیت بشن، 100 نفر در سراسر کشور تایید صلاحیت بشن، این هم با مداخله مستقیم آقای خامنه‌ای خواهد بود، اونها رهین منت او باقی خواهند موند در این زمینه و در نهایت هم در ترکیب اصلی مجلس، یعنی اکثریت مجلس، تأثیر چشمگیری به وجود نمیاره. در مورد انتخابات مجلس خبرگان بحث حدودی متفاوت هست، یعنی نهایتا بحث محدود هست به چند چهره مشخص، یعنی آقای حسن خمینی و آقای هاشمی رفسنجانی به طور مشخص و البته حالا آقای روحانی هم هست، ولی اون دو چهره‌ای که هستن اینها هم، ولی اینها هم در واقع اون تأثیر اصلی رو و تعیین کننده رو به دلایلی که جاش در این سوال نیست، یعنی کارکرد مجلس خبرگان رهبری، تغییر عمده‌ای به وجود نخواهد آمد. متشکرم جناب خلجی. سلامتون. هولوش 4 دقیقه فرصت داریم، 2 دقیقه اگر هر کدوم لطف بفرمایید که بحث بسته بشه ممنون خواهم شد. جناب خلجی، من واقعا برادر موافقم. یک نکته این هست که تعداد مهمه، یعنی به هر حال اگر شما در یک مجلس خبرگانی که 96 نماینده داره شما 15 نفر داشته باشین که به هر حال در طیف آقای رفسنجانی باشن، در عمل در تصمیم گیری ها نقشی نداره. ممکنه در فضای عمومی یا به هر حال یک گفتمان حاشیه‌ای رو در سیاست ایران رهبری بکنن، اما در عمل و در واقعیت تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. در مجلس هم همینطوره، این اکثریت مجلس هست که میتونه مشکل درست کنه برای دولت، میتونه در به اصطلاح تصویب بودجه، میتونه در استیضاح وزرا نقش اصلی رو بازی بکنه. حالا تصور کنید که 20 نفر 30 نفر 40 نفر هم داشته باشیم که همگام و همراه با رئیس جمهور باشن، که این اتفاق همیشه افتاده، یعنی همیشه ما یه اقلیتی داشتیم در مجلس. و نکته دوم این که کسانی که از فیلتر رد صلاحیت شورای نگهبان با این دشواری بگذرن و به قول آقای برزگر با منتی که رهبر برشون بگذاره، مطمئن باشید که بعد از اینکه به قدرت رسیدن محافظه کارتر میشن، یعنی اونهایی که قبلش اصلاح طلب به شما میمادن کم کم به دلیل اینکه قدرت خودشون رو مدیون آقای خامنه‌ای هستن و مدیون لطف شورای نگهبان هستن، طبیعتا سعی میکنن که مواضع خودشون رو تعدیل بکنن و به اون سمت بیشتر متمایل بشن. بسیار متشکرم آقای سلامتیان. ببینید قدرت یک نماینده بیش از اون که مربوط به اجازه ای باشه که برای شرکت در انتخابات پیدا کرده، مربوط به پشتیبانی است که میتوانه بین رای دهندگان خودش ایجاد بکنه. در تاریخ پارلمانتاریزم ایران معمولا نامزدهایی که حمایت عمومی داشتن، حتی اگر اقلیت بودن، حتی اگر یک نفر بودن، تأثیرشون از اکثریت هایی که ببخشید
اصطلاح فارسی گلهوار دنبال حاکم وقت میرفتن بسیار بیشتر بوده. من کافیست به مصدق و مدرس در این زمینه اکتفا بکنم و بگم همین که بشه در یک مجلسی یک دونه از اونها داشت که هیچ کدام از اونها هم از اول خنجر مقابله با قدرت حاکم رو نبسته بودن. فراموش نکنیم که مدرس حتی طرفدار اعلام فرمانده کل قوای رضا خان سردار بود، اما در یک زمانی خودشون رو متکی به آراء عمومی دیدند و در برابر حاکم وقت تونستن با تعامل اون جلو بیان. این منطق اصلی پارلمانتاریزم در دنیا در سیستم های استبدادی. اما برای اینکه اکثریت عددی یک روزی حاکم بشه باید قبول دارم نهادها قوی بشن، انتخابات قوی بشه و انتخابات به عنوان فعالیت روزمره مردم فعالین قلم داد بشه، نه کاری که فقط به فقط هر چهار سال یک بار در شترکشان مخصوصی انجام میدن. بسیار بسیار متشکرم. احمد سلامتیان در پاریس، مهدی خلجی در واشنگتن و جمشید برزگر اینجا در استودیو. سپاس بی‌پایان عرصه آقایان و ممنونم از شما که تا انتهای برنامه ما را همراهی کردید. این برنامه برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس باشید. این برنامه را همینطور روی کانال یوتیوب ما هم مجددا میتونید ببینید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش. We'll be right back.